قدرت بنیانگذار همواره ارتباط ویژه‌ای با زمان دارد، زیرا از یک سو قدرت بنیانگذار اراده مطلقی است که زمانش را خودش معین می‌کند. به بیان دیگر، نماینده لحظه‌ای اساسی از زمینی شدن قدرت و از لایق شدن سیاست است. قدرت بنیانگذار یک بعد ذاتی تاریخ و یک افق زمانی به معنای اخص می‌شود. گسست از سنت خداشناسانه تمام می گردد. اما این کافی نیست. قدرت بنیانگذار همچنین یک شتابگیری خارق‌العاده زمان را نمایندگی می کند. تاریخ در زمان حالی که با شور و حرارت توسعه می یابد، در یک هستی تولید بلافصل متراکم می شود. از این دیدگاه یک پیوند تنگ بین قدرت بنیانگذار و مفهوم انقلاب وجود دارد. آنچه شنیدید سطرهایی از کتاب قدرت بنیانگذار توسط فیلسوف ایتالیایی آنتونیو نگری است که اخیراً توسط دکتر منوچهر هزارخانی ترجمه شده است. این کتاب تحقیقی درباره آلترناتیوهای مدرنیته است و در 7 فصل به رشته تحریر درآمده. در فهرست کتاب با این عناوین مواجه می‌شویم: فصل اول، قدرت بنیانگذار، مفهوم یک بحران. فصل دوم، ویرتو و بخت‌آورد، پارادایم ماکیاولی. فصل سوم، الگوی آتلانتیک و نظریه قدرت متقابل. فصل چهارم، رهایی سیاسی در قانون اساسی آمریکا، قدرت بنیانگذار و مرز آزادی. فصل پنجم، انقلاب و شکلگیری کار. فصل ششم، خواست اشتراکی و بازگردانی دیالکتیک. فصل هفتم، شکلگیری قدرت. دکتر عبدالعلی معصومی، یار و همسنگر دیرین دکتر منوچهر هزارخانی، مفهوم قدرت بنیانگذار را اینطور توضیح می‌دهد. همینجا نشسته بودیم و شما هم که اینجا بودیم، من ازشون پرسیدم که قدرت بنیانگذار یعنی چه؟ ایشون گفتن که قدرت بنیانگذار یعنی لحظه انقلاب، لحظه ای که اگر دیر به جنبن انقلاب، یعنی باید اون لحظه رو شکار کرد. مثل این که شما تیر میخوای شلیک کنید با تیر کمان یا کمان، اون لحظه‌ای که تیر شلیک میشه، اون لحظه قدرت بنیانگذاره. اون لحظه‌ای که نیروی مردمی، نیروی آزادیخواه، اینا در اون لحظه خاص میتونن قدرت رو درش پیروز بشن یا از دست بدن. مسعود در 30 خرداد درباره 30 خرداد گفته بود که این لحظه نه یک دقیقه دیر زودتر نه یک دقیقه دیرتر، همین لحظه است که باید تصمیم بگیریم. اون لحظه اگر دیر می جنبید سازمان، مگه حزب توده چجوری نابود شد؟ همینطوری این لحظه ها لحظه هایی که قدرت بنیانگذاره. که توی کتاب قبلیش بیشماران یعنی قدرت بنیانگذار، یعنی قدرت بیشماران، یعنی خلقی که میخواد آزاد بشه. قدرت بنیانگذار با این آلترناتیو درگیر است. زمانمندی بنیادیش به سوی امید، به سوی طیف رنگارنگ امکانات آینده، به سوی تولید ثروت تازه و انسانیت جدید کشانده می شود. یا اینکه به عکس، به تاریخ به عنوان آینده غوطه‌ور در گذشته، در جهان قبل از شرایط لازم برمی گردد و این گذشته است که همکنون را می سازد.
بعد از عبور از انقلاب فرانسه، قدرت بنیانگذار دیگر مفهومی تلقی نمی شود که ما تا اینجا درباره اش تأمل می کردیم. حال اصل یک زمانمندی بنیادی چنان عمیقی شده است که مشخصات سوری، شاید مادیش هم، باید به عنوان عناصر در نظر گرفته شود که جهت آینده تاریخی را معین می کنند. کتاب قدرت بنیانگذار ادامه کتاب دیگری از آنتونیو نگری تحت عنوان بیشماران است که آن کتاب هم توسط دکتر منوچهر هزارخانی ترجمه شده و در اختیار خوانندگان فارسی زبان قرار گرفته است. این سعادت رو پیدا کردم که با دکتر آشنا بشن و در خدمتشون باشم و از اون سال تا اکنون همواره این سعادت رو ادامه دار داشتم که در خدمت یکی از شریفترین، آزادی خواهترین انسانهای که دیدم در عمرم باشم. اکنون پس از 36 سال و بیشتر یا اندکی بیشتر همون تلاش، سخت کوشی و اون مایه گذاری عجیبی که در اولین شماره که با ایشون در بکمونم شماره 3 نشر شورا بود که در ایشون دیدم، در این کتاب هم همون سخت کوشی، همون توجه بسیار زیاد و همون ویرایشگری عجیب شگفت‌آور برای من دقیقاً اجرا کرده در این کتاب. یعنی من در عمرم، خب به هر حال من موقعی که دانشجو بودم استادان بسیار برجسته در زمین ادبیات مانند دکتر یوسفی، دکتر رجایی بخارایی و همساله هم داشتم که ویراستاران برجسته و نویسندگان بسیار برجسته بودند. ولی شیوه کار دکتر هزارخانی در ویراستاری کتاب، در ترجمه کتاب، در دقت برای هر کلمه خارجی که ترجمه به فارسی میکنه، کتاب‌های متعددی رو می‌دیدن که فلانی چجوری ترجمه کرده این لغت رو، فلانی چجوری ترجمه کرده. و همون سخت کوشی که در نشر شورا از ابتدای کار دیدم، همون سخت کوشی رو در این کتاب هم دیدم. و نویسنده آنتونیو نگری یک کتاب دیگه هم که از آقای دکتر ازش ترجمه کردن، بیشماران بوده. بیشماران هم از نوامبر، از فوریه، یعنی بهمن، فوریه سال 2007 شروع شده کارش، کار ترجمهش که از سالها قبل شروع شده بود، تا نوامبر 2007 مدت حدود 7 ماه فقط کار تایپ و بازبینی مجدد، باز تکرار همون که مثلا این کلمه بهتره که به جاش این باشه، این کلمه بهتره به جاش این باشه، طول کشیده. و این وسواس و دقت بسیار بسیار برای من شگفت‌آور بوده همیشه. آنتونیو نگری در کتاب بیشماران به مفهوم قدرت بنیانگذار اشاره کرده و می‌نویسد: معنی قدرت بنیانگذار رو میگه اگر موقعیت کنونی،
یعنی موقعیت بعد از جنگ جهانی دوم، مساعده است. علتش بحران جهانی دموکراسی، حالت استثنایی مداوم و حالت جنگی بیپایان نیست، بلکه بیشتر به خاطر اون است که قدرت بیشماران، یعنی قدرت بنیانگذار، یعنی قدرت بیشماران، قدرت بیشماران به بلوغ رسیده است و نشان می‌دهد که از این پس قادر است از خلال شبکه‌های ارتباط و همکاری و از خلال تولید مشترک حامل یک جامعه دموکراتیک آلترناتیو باشد. لحظه‌ای که تصمیم به اقدام گرفته میشه، اون لحظه قدرت بنیانگذاره. در حرکت بیشماران، یعنی خلق به پا خواسته، در انباشت مشترک و تصمیم‌های تعاونی، سیاست انقلابی باید لحظه گسست را دریابد، لحظه‌ای که باید شقه کرد. اونی که باید نابود بشه یک طرف، اونی که باید جان بگیره بی جان اون طرف، جان و بهاران این طرف. آنچه که زمینه ساز بروز قدرت بنیانگذار می شود از دید آنتونیو نگری به این شرح است: وقتی انسان‌ها دیگر هیچ رابطه‌ای با هم از طریق فرقه‌ها، طبقات، رسته‌ها و خانواده‌ها نداشته باشند، به سمت فردگرایی تنگ نظرانه‌ای روی می‌آورند که در آن هر نوع فضیلت عمومی خفه می‌شود. استبداد نه تنها علیه این گرایش کوششی نمی‌کند، بلکه آن را مقاومت ناپذیر می‌سازد، چون از شهروندان هر نوع شورمندی مشترک، هر نوع نیاز دو جانبه، هر نوع ضرورت تفاهم، هر فرصت عمل مشترک را سلب می کند. آنها را به نوعی در زندگی خصوصی محبوس می نماید. اگر قبلاً می خواستند جدا باشند، آنها را جدا می کند. اگر قبلاً برای دیگران سرما می خوردند، حالا همه را یخ زده می کند. انقلاب تعادل آزادی و برابری را به هم می زند. قدرت های ویرانگر، فردگرایی و پول را آزاد می کند. قدرت‌های واژگون کننده در رابطه با برابری را و آنها را به نوعی براندازی می‌کشاند که فقط استبداد می‌تواند مانع شود. این همان قدرتی است که این روزها در میهن ما ظهور پیدا کرده. دکتر عبدالعلی معصومی درباره این مشابهت اینطور توضیح می‌دهد: باز دوباره مسئله قدرت بنیانگذار را میگن. پس از این دوران طولانی خشونت، تضاد، جنگ داخلی جهانی، گفتم بعد از جنگ جهانی دوم، فساد بیوقدرت امپراتوری، اینجا امپراتوری، اونجا شاه و شیخ، و رنج و زحمت بی حد بیشماران، خلق بیشماران بیوپولیتیک، تراکم خارق العاده شکایات و پیشنهادهای اصلاحی، میبایست در لحظه مناسب به حادثه نیرومند، به مطالبات شورشی رادیکال، کانونهای شورشی مبدل شود. ما میتوانیم از همکنون قبول کنیم که زمان بین اکنونی که دیگر مرده است، یعنی نیروی شاه و شیخ و تمام قدرت‌های طغیانگر و فاسد و شقی، اون لحظه دیگه افتاده، به پهن تبدیل شده. ما میتوانیم از هم اکنون قبول کنیم که زمان بین اکنونی که دیگر مرده است و آینده‌ای که زندگی یافته است قرار دارد و شکاف عمیق بین اون دو رو به افزایش است، مثل
کانونهای شورشی و قدرت مقاومت در ایران. در لحظه مناسب یک حادثه ما را چون تیر از این جایی که هستیم به آینده پرتاب میکنه. ترجمه فارسی کتاب قدرت بنیانگذار محصول تلاش‌های خستگی ناپذیر یکی از برجسته‌ترین مترجمان میهن ماست. روشنفکری متعهد و آزاده که دهه هاست با قلم شیوای خود تباهی دهر را به چشم جهانیان پدیدار کرده است. دکتر منوچهر هزارخانی با تعهدی شگفت‌انگیز زحمات بسیاری را برای ترجمه این اثر کشیده است. دکتر عبدالعلی معصومی در این رابطه یک سینه سخن دارد. یعنی این کتاب قدرت بنیانگذار در شرایط ساده برای دکتر انجام نشده، در شرایط کرونا و سختی‌های خاص دوران کرونا. ولی توی همین کتاب بارها و بارها صفحاتی که تایپ میشد میخوند، اضافه میکرد، کم میکرد، هی باز مراجعه میکرد به کسانی که قبلا این کلمات رو معادل فارسی چه گذاشتن چی بوده. و این حاصل خون و رنج دکتر هزارخانیه، سمبل اون شعر اقبال لاهوری که میگه مصرع من قطره خون من است، همین کتابه. دکتر معصومی در بیان کسانی که کلامشان جان دارد و کسانی که کلامشان جان ندارد عمق بیشتری را از مفهوم جان داشتن کلام برجسته می کند. این نگاه و سخن هزارخانیه. من یک مثالی که خودم به حساب خیلی برام زنده هست اینه که من در سال 52 کتاب نهضت حسینی رو که خونده بودم و که بعداً راه حسین شد، نوشته آقای رجوی، تمام اون کتاب جان داشت کلمات و برای من بسیار عجیب بود که من خلاصه کردم توی دبیرستان علم مشهد که درس داشتم، خلاصش برای بچه ها خوندم. چند سال بعد در سال 54، در محرم سال 54 حدود مهر ماه، خامنه ای در مسجد امام حسن تو مشهد سخنرانی داشت، من میرفتم اونجا. بعد از سخنرانی ماه رمضان، بعد از سخنرانی یکی از روزهای ماه رمضان که نهج البلاغه رو به حساب خودش درس صحبت میکرد، در موردش کپی کرده بود و از روش میخوند و شعر میداد، دقیقا یادم الان اون صحنش، یک کلمه در تمام سخنرانیش ندیدم که جان داشته باشه. کلمه جان داره، به این خاطر که مسعود رجوی رهبر مقاومت در اولین مقالش در نشریه مجاهد سال مرداد سال 58 حرمت کلمه رو میگه خمینی کلمات زف کرد. یعنی شاه و شیخ مجموعاً کلمات زف کردن در تمام سخنان رضا شاه، شاه و خمینی و خامنه‌ای، یک جمله نمیشه دید که جان داشته باشه. این جان داشتن برای من که به هر حال
این مسئله برام همیشه عجیب بوده. خیلی روشنه که اینا یک جمله جاندار در تمام مدت عمرشون نگفتن به آقای رجوی، خانم مریم رجوی، دکتر هزارخانی و همه اونهایی که تو این مجموعه می گنجند. اون چه که گفتن همش جان بوده. مصرع من قطره خون من است. و در پایان شرح سالها همراهی و همسفری با دکتر منوچهر هزارخانی را از زبان همرزم او دکتر عبدالعلی معصومی می شنویم. من از اسفند سال 63 این سعادت رو پیدا کردم که در دبیرخانه شورا که نشریه شورا در می آمد با دکتر آشنا بشن و در خدمتشون باشم و از اون سال تا اکنون همواره این سعادت رو ادامه دار داشتم که در خدمت یکی از شریفترین آزادی خواهترین انسانهای که دیدم در عمرم باشم. کتاب قدرت بنیانگذار که توسط بنیاد رضایی ها منتشر شده اثری درخشان است که خواندن آن را به اهالی اندیشه و به خصوص به دانشجویان و دانشپژوهان فلسفه سیاسی توصیه می کنیم.